خوش آمد. دوستان امروز برنامه به دو زبانی مجری است در هر دو قسمت. قسمت اول فارسی است تا ساعت 1:10. چون 1:10 به بعد یعنی آتش نشانا میان رژیم میرن به سمت ما و بعدش اون به اصطلاح چیف مارشالشون صحبت میکنه. بعدم دیگه قسمت انگلیسی است. بنابراین صحبت‌های فارسی رو از الان شروع میکنیم. دوستانی که میخوان صحبت بکنن یواش یواش با رفیق فرید هماهنگ کنن لطفاً، چون وقت نداریم و ممکنه که کم وقت داشته باشن به همین نرسه. رفقا لطف کنن با فرید هماهنگ کنن. از همین الان رفیق فرید لطفاً بیا پشت میکروفون. فرخان اثر سلام خدمت همگی دوستان، رفقا که تشریف آوردید روز یکشنبه تو هوای سرد زمستون تورنتو. تو خیر مقدم میدم، تشکر میکنم فرصتی که گذاشتید. همونطور که میدونید مراسم امروز برنامه در واقع تظاهرات ایستاده که امروز داریم در گرامی داشته جان باختگان فاجعه پلاسکو است که در 19 ژانویه امسال در تهران ده ها نفر از کارگران آتش نشانی، کارگران ساختمان پلاسکو، شاغلین در این ساختمان کشته شدن، جانشون از دست دادن و هنوز که هنوزه تعداد واقعی کشته شده ها و مصدومین روشن نیست. صدها نفر مصدوم شدن، زخمی شدن و هزاران نفر بیکار و بیخانمان شدن و هنوز که هنوزه هیچ کسی در رژیم جمهوری اسلامی پاسخگوی همچین جنایت و فاجعه‌ای نشده. ما اینجا جمع شدیم که هم یار این جانباختگان گرامی بداریم، هم همبستگیمون باشون و با خانواده هاشون و همکارانشون و آتش نشانان ایران و کارگران ایران و مردم معصوم و صدمه دیده از این واقعه اعلام بکنیم و هم انزجار خودمون از اون مناسبات ظالمانه، فساد، تباهی، سرکوب، بی‌حقوقی مطلقی در ایران اعلام بکنیم و محکوم بکنیم جمهوری اسلامی رو به عنوان مسبب اصلی این جنایت و فاجعه. همچنین اینجا جمع شدیم که همبستگی که از طرف اتحادیه آتش نشانان تورنتو هست و آمدن که اعلام همبستگی بکنن و کنار ما باشن و همچنین از جریانات مختلفی که به هر حال از این حرکت حمایت کردن هم خواهیم خواست که حتما پیامی دارن در ارتباط با این واقعه اینجا بیان و اعلام بکنن و به هر حال نظراتشون اعلام کنن در رابطه با اتفاقی که افتاده و چه باید کاردهایی که باید داشته باشیم. همانطور که گفتیم این واقعه و این فاجعه نیست که فقط بشه با اعلام همدردی و غم و اندوه باهاش برخورد کرد، که قطعا باید این کار کرد و قطعا باید کماکان با همدردی با خانواده های در همدردی مونه به خانواده های جانباختگان و مصوبین این واقعه و قربانیان این واقعه اعلام بکنیم و نشون بدیم. اما خارج از اون باید با اعتراضات گسترده، کارزارهای بین المللی، بی‌حقوقی مطلق، شرایط کاری فاجعه بار، عدم استانداردهای ایمنی در محیط‌های کار، در محیط‌های اجتماعی را که ایران هر چه گسترده‌تر نشون بدیم، افشا بکنیم و کارزارهای بین‌المللی در رابطه را بیاندازیم و جمهوری اسلامی را به عنوان یک رژیم سرکوبگر که به جز فساد تباهی و حقوقی برای مردم ایران و برای کارگرا و زحمتکشان ایران چیز نداشته را هر چه بیشتر افشا کنیم. قسمت دوم برنامه به زبان انگلیسی خواهد بود. قسمت اول به زبان فارسی عمدتاً. اگر دوستانی که یه تعدادی از دوستان که اعلام کردن که در این قسمت پیام‌های جریانات رو اعلام می‌کنن، اول ما از اونا می‌خوایم که بیان و صحبت‌هاشون رو بکنن. متأسفانه با توجه به زمان محدودی که داریم از همه دوستان می‌خوایم که صحبت‌ها مختصر باشه. با تشکر از شما. اولین سخنران رفیقمون شاهین خلیلی از حزب کمونیست ایران، خواهش می‌کنم تشریف بیارن. رفقان، دوستان و حضار گرامی، من هم از جانب تشکیلات حزب کمونیست ایران واحد کانادا همدردی خودم رو با خانواده جانباختگان در این حادثه ناگوار و جنبش کارگری در ایران و شما عزیزان ابراز می‌دارم.
بدون شک انگشت اتهام در این گونه حوادث و وقایعی که برای طبقه کارگر در اقصانقاط جهان پیش میاد مستقیما روبروی دولت‌ها و سرمایه‌داری هستش، ولی با توجه ویژه‌ای که ما نسبت به جامعه ایران داریم، بدون شک این وقایع بخش عمده‌اش به رژیم اسلامی و صاحبان سرمایه و کارفرمایان در درون جامعه ایران مربوط میشه و جان باختن روزانه کارگران در صنایع و رشته‌های مختلف کاری در جامعه ایران داستانی است که هر روزه تکرار میشه. امروز ما اینجا هستیم که غم و اندوه خودمون رو با طبقه کارگر ایران و خانواده این عزیزان ابراز بداریم، ولی در همین اثنا در 24 ساعت گذشته یک جمعی از کولبران در مناطق کردستان ایران به دلیل اینکه مشغول حمل بار بودن و فروپاشی بهمن می‌بینیم که جانشون رو از دست دادن. ما اگه بخوایم راجع به مسائل مربوط به محیط کار، ناامنی و مسائلی که برای طبقه کارگر در ایران پیش میاد، روزانه داستانهایی داریم که دلخراش هست و ما رو باید در مبارزه علیه رژیم اسلامی و سرمایه‌داری حاکم در جامعه ایران متحدتر بکنه، چون این حوادث روزانه تکرار میشن و تنها راه نجات از این وضعیت برای طبقه کارگر، فعالین کارگری و آینده جنبش کارگری در جامعه ایران، علاوه بر وجود استراتژی مشخص و منسجم برای سرنگونی این رژیم، بودن تاکتیک ها و خواست و مطالبات روزانه هست، از جمله ارتقای سطح امنیتی محیط کار و امنیت برای طبقه کارگر در جامعه ایران. متاسفانه ما امروز اینجا هستیم که یاد این عزیزان رو گرامی بداریم، کسانی که تا پای جان برای حفظ اموال و جان و نجات جان هم طبقه های خود که در این ساختمان مشغول کار بودند از جان گذشتگی رو نشون دادن و متاسفانه دیدیم که به دلیل نبود امکانات مناسب، نبود مدیریت مناسب در محل و نبود علم و دانش و شناخت کافی برای جلوگیری از این حوادث جانشون رو از دست دادن. همونطور که مطلع هستیم در پی آخرین آمار در شهر تهران در حال حاضر بیش از 3000 واحد صنعتی و مسکونی هستند که با همین استانداردهای نازلی که رژیم اسلامی برای دفاع از سرمایه و سرمایه‌داری در جامعه ایران گذاشته، دارای اعتبار برای کار و دارای اعتبار برای زندگی و ادامه حیات برای انسان‌هایی که در اون محل هستن نیستند. روزانه امکان داره این فجایع و اتفاقات پیش بیاد. ما به عنوان تشکیلات حزب کمونیست ایران و استراتژی سراسری که در دفاع از مبارزات روزانه طبقه کارگر در جامعه ایران داریم، اعلام همبستگی خودمون رو برای حمایت از خواست و مطالبات روزانه طبقه کارگر بیان می‌کنیم یک بار دیگه، و علاوه بر همدردی با کل طبقه کارگر در جامعه ایران، بر سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری حکومت کارگری در درون جامعه ایران و ارتقای سطح عمومی زندگی برای تمام آحاد جامعه ایران ابراز می‌داریم. امیدواریم که در مبارزات آتیمون، در قدم‌های آتی، بتونیم جشن پیروزی طبقه کارگر در قدم‌های بعدی رو در اینجا در کنار هم برگزار بکنیم و پرچم مبارزاتمون رو برافراشته‌تر تا سرنگونی رژیم اسلامی در دست داشته باشیم. یک بار دیگه از اینکه این فرصت رو به ما دادین از شما سپاسگزارم و در خدمتتون هستیم برای ادامه مراسم. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی. خیلی ممنون. تشکر رفیق شاهین عزیز. فقط یک اناسمنت کوتاه، یه تغییر کوچیکی در برنامه در واقع ایجاد شده که بعد از یک تا دو تا سخنرانی کوتاه که خواهیم داشت، ما همراه با در واقع فایترهای ترونتو، آتش نشانان ترونتو، تا مارچ که از همینجا شروع میکنن و در واقع پایین شروع میکنن و اینجا میان شرکت میکنیم. این چیزی بود که خودشون هم تقاضا کردن و مایل بودن. بنابراین ما دو تا سخنران دیگه توی این مرحله خواهیم داشت و بعد همگی با هم وارد مارچ میشیم، دو مرتبه برمیگردیم و ادامه برنامه رو بعد از اون خواهیم داشت. رفیق محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران سخنران بعدی هستن. با تشکر. با سلام به همه شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه. دقیقاً دو سال پیش از این اتفاقی که در ساختمان پلاسکو رخ داد، یکی از کارگاه‌های پوشاک که بیشتر زنان در اون کار می‌کردن در همون خیابون جمهوری آتش گرفت و می‌دونیم که اون صحنه دردناک پرت کردن دو زن کارگر از ساختمان از طبقه چندم به پایین و کشته شدنشون به عنوان یکی از دردناک‌ترین صحنه‌های اون آتش سوزی بود. کارگران در اونجا آتش گرفتن. ما می‌دونیم چرا. به این خاطر که در جمهوری اسلامی
حکومت سرمایه‌داری حاکمه و کوچکترین ارزشی به جان و زندگی مردم و مشخصاً کارگرا قائل نیست. همونجا دو سال بعد در ساختمان پلاسکو آتش گرفت، آتش سوزی رخ داد که میدونیم الان هممون اطلاع داریم چرا این آتش سوزی رخ داد و مهمتر از اون چرا ده ها و ده ها نفر زیر آوار کباب شدن، جزغاله شدن و هنوزم که هنوزه در یه نظام فاسد اسلامی معلوم نیست چند کارگر زیر آوار موندن، چند کارگر کشته شدن، چند خانواده بی سرپرست شدن. هنوزم معلوم نیست، برای اینکه اینجا جمهوری اسلامی سرمایه است. همتون میدونین که وقتی ساختمان پلاسکو بعد از 5 ساعت آتش سوزی به پایین اومد، میدونین که ساعت 8 شروع شده بود و ساعت 5 بعد از ظهر، یعنی نزدیک 5 ساعت گشت چیز سارالله، مرکز قرارگاه سارالله اجازه نداده بود هلیکوپتر امدادی به داد مردم برسه. طبقه هفتم هشتم آتش سوزی بود، اجازه نداده بود. چرا؟ به این خاطر که اون منطقه پرواز ممنوع خامنه ای بود، منطقه پرواز ممنوع جنایتکار جمهوری اسلامی بود. به این خاطر اجازه ندادن هلیکوپتر تنها هلیکوپتر امدادی به داد مردم برسه، به کمک مردم برسه، چون اینجا جمهوری اسلامی سرمایه است. همینها، همین جنایتکاران، همین سرمایه‌داران، همین حکام، اگر ساختمان پلاسکو با ده ها هزار کارگر یک اعتراض کوچک به همین خاطر انجام میداد، قطعا ده ها هلیکوپتر میفرستادن برای سرکوب همین کارگران. من صحبتمو میخوام خلاصه کنم. مهمتر امروز از همه چی مهمتر بازماندگان این کارگران است. باز ده ها هزار انسان اونجا کار میکردن، اگر خانوادهشون رو محسوب میکنیم بیش از ده ها هزار انسان الان از وضع، از معیشت، از زندگی افتادن. و ما میدونیم که جمهوری اسلامی مطلقا همون طوری که به جون مردم و کارگران ارزش قائل نیست، به جون و زندگی و معیشت خانواده کارگران ارزش قائل نیست. ما میدونیم که این کارگرا، این مردم محروم، این کسانی که ممر معاششون اونجا بود، قطعا در جمهوری اسلامی در وضعیت فلاکتباری زندگی خواهند کرد و هیچ کس به دادشون نخواهد رسید. در نتیجه مهمتر از هر چیز امروز، مهمتر و مهمتر از هر چیز این است که ما کسانی که در خارج هستیم، مردم در داخل، کارگران، خانواده های کارگرای ساختمان و پلاسکو، و نه تنها خانواده های کارگرای ساختمان و پلاسکو، بلکه تمام کسانی که در اون جامعه انسان‌های شریف که زندگی می‌کنن، باید برای تأمین زندگی انسانی برای کارگران پلاسکو، برای خانواده‌های کارگران پلاسکو مبارزه کنیم و تلاش کنیم. موفق باشیم. سخنان با تشکر از رفیق محسن. سخنان بعدی بخش اولمون رفیق امیر پیام از اتحاد بین‌المللی در حمایت کارگران در ایران. بعد از اون با هم باشیم که به اون رژه ملحق باشیم. خیلی ممنون. با سلام و تشکر از اینکه تو این هوای سرد اومدین اینجا در اعلام همبستگی با این مصیبتی که در ایران رخ داده اینجا جمع شید گرد هم بیه. اخبارا رو که دنبال کرده باشیم از فردای فروپاشی، فروریزی به اصطلاح ساختمان پلاسکو، چیزی که رخ داده خیلی نظر رو جلب میکنه پاس دادن مقصر این که این فاجعه کی بوده بین بخشای مختلف جمهوری اسلامیه. یه عده‌ای میندازن گردن بنیاد مستضعفان، بنیاد مستضعفان میندازه گردن شهرداری، شهرداری میندازه گردن وزارت کار، وزارت کار داره پاس رسون میده به شهرداری، به همین ترتیب داره این میچرخه. در نتیجه برای ما خیلی مهمه که بدونیم مقصر این ماجرا کی بوده، کی باید پاسخگو باشه، کی مسئولیت این رو به عهده داشته. به نظر من لیست مسئولین این فاجعه لیست بلندیه. در درجه اول نظام سرمایه‌داری ایران هست که در همبستگی کامل با نظام سرمایه‌داری جهان توی این 30 سال گذشته کلیه استانداردهای ایمنی محیط کار رو تو سراسر دنیا از بین بردن. همین 3 سال پیش بودش که مشابه این واقعه در بنگلادش
در رنا پلازا رخ داد. فروپاشی یه ساختمون سه طبقه که 1200 نفر در عرض چند ساعت به کشتن داد و 3000 نفر را مجروح کرد و بعدش هم هیچ گونه مزایایی به خانواده اونها نرسیده. عین این ماجرا الان در مورد ساختمون پلاسکو رخ داد. میگم بیش از نزدیک 500 تا 600 تا کارگاه تولیدی و تجاری تو این ساختمون بوده که این فرو ریخته. کارگرایی که اینجا کار میکردن نزدیک 4000 نفر هستن، خودشون دارن میگن بیش از 3000 نفرشون هیچ گونه بیمه ای نداشتن. یعنی اون کارفرماها، اون مسئولین کارگاهی که اونجا بودن، اون بیمه حداقل رو برای کارگران کارگاه پوشاک فراهم نکرده بودن و اونها الان غیر از تعدادشون که زیر آوار موندن، اونهایی هم که زنده موندن هیچ گونه ممر درآمدی ندارن. فقط وزارت کار منت گذاشته گفته تا 4 ماه به اینا یه حداقل دستمزدی رو داره میده. این عین مشابه همون رانا پلازاست. مقصر بعدیش نظام جمهوری اسلامی ایرانه، کلیت نظام جمهوری اسلامی ایرانه که اجازه نمیده طبقه کارگر ایران تشکل‌های مستقل خودش مثل اتحادیه‌ها و سندیکاها رو داشته باشه. مبارزات این طبقه رو برای داشتن این تشکلات سرکوب میکنه و همه میدونن فقط وجود این تشکل‌ها هستش که میتونه ناظر بر اعمال استانداردهای ایمنی محیط‌های کار باشه. موقعی که این تشکلات وجود ندارن، به راحتی این استانداردها زیر پا گذاشته میشه، له میشه و این فجایع به این راحتی رخ میده. به این دلیل که سودآوری کارگاه‌ها و کارخونجات و سرمایه‌دارا در گرو زیر پا گذاشتن این استانداردهای محیط‌های کاره. مقصر بعدی شهرداری ایرانه، مقصر بعدیش وزارت کار ایرانه، مقصر بعدیش بنیاد مستضعفانه، مقصر بعدیش کل دستگاه رهبری خامنه ای ایرانه. مقصر همه این ماجراها طبقه سرمایه‌دار ایران، صاحبان اون کارگاه های کوچک و کل این نظام جمهوری اسلامی و همه بخشای اون هستن. اینها مشتی به معنای دقیق کلمه جنایتکار هستن که توی این 40 سال گذشته به طبقه کارگر ایران رو کلیتش رو در یک بردگی مطلق کشوندن. بی حقوقی طبقه کارگر در ایران واقعا تمامی نداره، لیستش خیلی بلنده و این نوع فجایع بازم رو خواهد داد. راهکار چیست؟ چی کار باید کرد؟ در کوتاه مدت باید از مبارزات کارگری در ایران حمایت کرد تا این مبارزات بتونن حق و حقوق خودشون رو هر اندازه‌ای که میشه به نظام جمهوری اسلامی تحمیل بکنن، تشکلات مستقل خودشون رو داشته باشن. اما در بلند مدت باید از شر جمهوری اسلامی ایران و نظام سرمایه‌دار ایران خلاص شد. این تنها راهیه که در مقابل ما قرار داره و همه با هم با صدای بلند باید بگیم سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران. مرسی، خیلی ممنون. با تشکر رفیقم میفهم. دوستان یه دقیقه یه آنتراک میریم که برای اون مارچ آماده بشیم، همینجا باشیم که ما یه تنظیم بتونیم بکنیم تا یه دقیقه دیگه این آماده است که مارچ صورت بگیره. بعد دو تا سخنان اتحادیه آتش نشانه و کلان از بخش آتش نشانه ترانتو داریم و بعد یه قصر پایان برنامه رو ادامه میدیم. همیشه یه دقیقه با ما باشه. خیلی مشکل. Yeah.